دوست عزیزم سلام عرض می کنم، شفیع عیار هستم. امروز 5 اکتبر سال 2024 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. امیدوارستم که هفته گذشته برای شما خوب بوده باشه، از گزند روزگار دور بوده باشه. و راستی بیاین که امروز به نام الله زیر قدیسیای مسلمان ها شروع کنیم، ببینیم که چطور می باشه. برکت علای زیر قطعی ایسیا خوب می باشه یا بد؟ برای ما هفته که گذشت هفته نسبتا خوب بود، امروز هم یک روز خوبه. ساعتم کم دیگه هم بهتر هستن دیگه. البته همی پروسسه که گردیم تبدیل شوه در جریان است. هفته گذشته و هفته پیشتر شکلات دوستا خودشان برم گفتن که میخواین برای چی کمک کنن، کمک پولی کنن برای تداوی و مصارفش. اگر شما هم در او جمله میباشین، بیاد داشته باشین که میتونین هفته دیگر برتان اکانت و کل چیزا رو میمانم. کمک که شما میکنین برای کسایی است که روزگارشان بسیار خوبه، برای کسایی نیست که $10، $50، $100 از پیسه نان اولادا کم کنن که برای شفیع رایی میکنیم. او مرا جگرخون میسازه. میخواییم کسایی که پیسه دارن که میتونن کمک کنن باز اونا کمک کنن. دیگه به این که شما را بگیرم و البته جنگا کمک دیگه هم زیادتر شده. جنگل یه هفته جنگ لبنان بود که اسرائیل مملکت و هفته های پیشتر از هفته پیش از لبنان اونا هم از لبنان بودن که نصرالله او کشته شد. این حال کلگی منتظر حمله اسرائیل و ایران است. ایران البته هفته پیش بسیار حمله کلان به سر اسرائیل کرد. نمیفهم که راستی در اسرائیل هیچ کس کشته نمیشه یا ایست که اسرائیلی ها نمیخواین بفهمانن این مسئله را. اسرائیلی ها گفتن یک دو سه نفر کشته شده. دیگه به هر حال بفرماین شما. سلام عزیز، ببخشی چطور هستی شفیار عزیز؟ جور هستی؟ بخیر، صد خوب صد من. سلامت باشین دوست گرامی، من خوب مسلمان هستم الحمدلله. شکر مسلمان هستین. چطور هستی؟ خوب هستی؟ اول باش که تو مشکلات پرسان بکنم، تکلیفم کمه. گرده چطور هست؟ خود خوب هستی؟ حالتت خوب هست؟ فیزیکیت، روانیت، همه چیز بسا باز میشه، بسا مشکل نیست. اول خودت مهم هستی. میگه منم که جهانم. سلامت باشین که یک برادر مسلمان نگران صحت یک برادر کافر است. بسیار مرا خوش میسازد. نه نه، برادر من نیستی، استغفرالله. حق وطن بگی، از نگاه وطنی بگی. سیسک برادر من کسی است که مسلمان باشه، او عقیده ما است دیگه. او را ما برادر وطن از وطنی بگی مشکل نیست. راستی من فراموش کردم که مسلمان ها در دنیا تنها با مسلمان ها برادر میگن، دیگه مردم برادرشان شده نمیتونن. اما برای از نگاه انسانیت باز میشه، مثلا از نگاه انسانیت بگم یک در ما که در یک جامعه انسانی زندگی میکنیم و من ایس انسان انسان ها را میبینیم، برای ما میشه. اما از شما که نمیشه، خیر است، ما پریشان هم نیستیم. سلامت باشن، مقصد جور باشن. اول همی صحت مهم از بعد آزو مهم بحث میکنیم. خب از خود تیره، ما از خود یک سوال دارم. ما چطوری ما بگویم که این همی کائنات را که میبینیم، یک نظم را که میبینیم، یک قانون را که میبینیم، بگویم که وجود نداره خدا؟ آیا ایت یک چیز امکانی هست؟ میخوایم نظره شما که نداره وجود خدا. خب چون که میگه مردم کلشان میگه که تو یک اتاییست هستیده. کلگیشان کیسه؟ کسایی که هستن، دوستای ما، داریم اتاییست، دوستای اتاییست داریم. مشکل شما دوست گرامی ممیست که کل گیره در یک ترازو مندازین. نه استغفرالله، میخواستم من میره شما پرسان کنم، آمدم بخاطر زمی از شما پرسان کنم نظر نیک خودتان چی هست؟ ما این بارها در برنامه هایم گفتیم، ما یک خدا باور هستم.
هیچ وقت نمی 13 سال ما نگفتیم که خدا نیست، اما گفتیم دونو خداگه که در زیر قطی سیاه شیشه الله، اونو رو ما قبول ندارم. خدای به این بزرگی خب رو میگذاریم فقط خیال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خدا را که باور داری نیم مهم است. ما مهم است. و الله باور ندارم که شما به این فریب نخورید. ما به خدایی که تمام کائنات خلق کرده و در زیر قطیگه که سیاه نمیتونه باشه با ایتوی خدا باور دارم. آقای شفیان ببین، وقتی که یک نفر که میخواهد دکتر شوه میره کتاب های نظریه دانشمندای از خود رشته دکتر رو میخونه، میبینه که در مورد چی گفته رو ایستگ، در مورد فیزیولوژی، در مورد مرضش، در مورد طبیعتش، در مورد حالتش بیان کده رویست، همه چیز میفهمم. فرض کن اگه ما بودیم خدا وجود داره یا هستگ، ما چطور بفهمه؟ ما مجبور هستیم که کتاب های ادیان رو بخونیم. یگانه راهی که هست از طریق ادیان ما میتونیم پیدا بکنیم. شما خوندید کتاب ها؟ بله، به اندازه خوانده ایم. کتاب مثلا کرشنا را خوانده بودم. کتاب ها خوانده ایم مانای شیست که بسیار نخوانده ایم، یعنی میتونیم بگوییم بله خوانده ایم به جرات و جواب به تین سوال های ما را. امی گپ همونطور از مردم از ارسطو از ابن سینا پرسان کرد. ابن سینا گفت من تنها کتاب از ارسطو را خوانده بودم، یعنی 40 بار خوندیم. ارسطو کی بود؟ یک شخص عادی، یک فیلسوف بود. کتاباش تا با امروز میچله، تا با امروز میچله. میگه من 40 شفیع میگه من 40 بار خوندم مگر من نفهمیدم. بذارین پس میم، اما سعی کنین دوست عزیزم خودت امی قرآن شاید یک دفعه دو دفعه هم نخوانده باشی. خوندیم. و خاطر که از دست که ما ورق پشکاندیم و دلیل که ما امی قرآن را در اینجا میگیرم برای خود که به مردم بفهمانم که ما ناقی گپ نمیزنم، ما خوانده بلکه صد بار خوانده اینجا آمدیم. اینا را خودت گفت که چند دفعه خواندیم امی قرآن؟ من دقیقش نمیتونم که باید گفته، چون که ما خلاص کردنش میگی بله 3-4 بار خواندم وقتی که مسلمان شدم. بله 3-4 بار. چند بار به کدام لسان خواندی؟ به زبان دری البته، هم شنیدم هم خواندم. یعنی اخه خواندی که اگه من سوال کنم بگو یا اینه ترسه ترسه یا نه؟ اگر یک موضوع مشخصی باشه، اگر به چالش باشه، به او اندازه نه، باز مطالبه میرسه که بکنم بعد از او جواب بدم. خب خیلی پرسان نمی کنم، ادامه بدین شما هر چیزی که دارین. از ابن سینا متری پرسان کردن چطور؟ گفت ابن سینا در جوابش داد، گفت درست است که ما به خدا باور داریم. میگه ببین کتاب قرآن آسان نیست که هر کس بفهمه. قرآن در مورد طبیعت گپ زده، در مورد روانشناسی گپ زده. مرا اینمی سوال در اینمی گپ شما. خیلی خوب، بفهمید شفیع استاد. مرا یک کتاب میخوام ازتون. میگه من خودم 40 بار، ببین تاریخ ثبت است، میگه من 40 بار کتاب ارسطو را خواندم. کلیم میگه کار نکرد. و همه قسم، همه سوال حتی از فارابی و فارابی بسنده همی جا پیش دگر نمیریم. منظور مزی بود شفیع آسان، شفیع آسان اجازه بکن، اجازه بکن. ابن سینا که یک افزاد که ما 40 بار کتاب ارسطو را خواندیم و درست نفهم بسیار با موناز. یعنی برای یک آدم مثل ابن سینا که اینقدر یک آدم هوشیار بوده و کتاب خوان و نویسنده و دیگرشتا، برای از او که میگه ما ایره 40 بار خواندیم درست نفهمیدیم و حقش به خاطر که ارسطو را گپ میزنه. ارسطو یک فیلسوف بسیار بزرگ دنیا بود، اما کتاب محمد که قرآن است، اگه ایره یک آدم بگوید که حالا ما بسیار مشکل است فهمیدنش، چرا مشکل است فهمیدنش؟ بسیار آسان است. نه 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 شفیار صاحب عزیز، ببین خودت مطالعه کردی، الحمدلله من مواد دارم بسیار بالا، معلومات بسیار بالا داری. قبل از اسلام بر زنان مثلا جایز نبودن، بسیار چیزا نبود. قانون را کشید، میراث را کشید، عقل و عقل را کشید، آمد در مورد روزه را گپ زد، در مورد نماز خواندن عبادت گپ زد، در مورد تاریخ گذشته های ما درست گرم روزه، نماز، زکات، حج، این چیزا کلش پیش از محمد بود. نه نه بود، اما به او اندازه نبود. مثلا این چیز کلش
نه در کتاب هندو من خواندم، در کتاب هندو من خواندم امیر روزه در کتاب هندو آمده، اما بر زنان آمده، او هم یک روز است در سال، یک روز گفته میشه. این رسم رواجی که مثلا ما دو روز اید داریم در سال، دو وقت اید داریم در سال، همین فرهنگ هم هندوستان هم داره، اما او طبیعی معلومات زیاد را خواندن. حج، روزه، نماز، زکات، اینمی چیزا کلش پیش از محمد بود. سنت محمد که سنت شد، و چی اساس سنت شد؟ پیش از او بود. محمد اول نفر نبود که 60 سالگی بود ما را سنت کنیم، این سنت بخونیم. کل این چیزا بود، چی چیزا نبود، گوش که دو سنگی که اقا معلومات زیاد هم اول داده بخمه کن باید تو بسار سپاسگزار باشه. چهار زن نبود، دست زن و مرد دو زن بودیدن نبود، عروسی با اولادای خارسان نبود، رای کاروانا را به نام دین گرفتن نبود. اینی چیزهاییست که از محمد است. شفیار صاحب، شما اگه مطالعه کرده باش تاریخی، البته یک نفره که شک می داشت که دوزی کرده بوزود در یک جا میمون سر از او خشتار چپا می کرد، اگر می گه زنده میمون سر که تاریخ می گه اون ملامت نیست، اگر میمون می گه برو این ملامت است. ببین ما تاریخ ها رو مطالعه کردیم، اما وقتی که پیامبر اسلام اومد نگفت نه ایتی چیزی نیست، قانون را از کشید کرد از طریقات شود. شما را فریب دادن. نه. ما تاریخ خواهیم رسول الله محمد ابن اسحاق بخونیم، موضوع وقت میبینیم که کل از این چیزا بوده. کتاب مسلمان ها روشن در 3000 صفحه در اوج این چیزا. ما این گفه را عظمی کتاب میگم، یعنی ما از کنم کتاب غیر مسلمان ها نمیگم. محمد دوزی را ترویج کرد، مال مردم اکشور کردن را ترویج کرد، دخترک 6 ساله را گرفتن را ترویج کرد. شکل اصلا همه 6 ساله را گفتیم، بسیار بخشن که پتر کتا کردم، همه 6 ساله که 9 ساله را که میگه، این از سال قمری را میگه یا از میلادی را میگن؟ میلادی و قمری خواهی خطفا نداره که اگر قمری باشه غلط باشه اگر چی؟ یاسد نه، بسیار فرق داره در سال بر روز، یعنی 20 روز فرق داره. باز در اگر اون سال باید فرق داره، بسیار هجری و قمری همی 22 روز که شما میگین، بخصوص زمانی که محمد بود هجری انوزه در اونمون زمان شروع شد از هجرت محمد. بنابراین در اون زمان شاید 40 روز و 60 روز و 80 روز یا 100 روز فرق داشت. اتا نبود که 50 سال فرق داشته باشد در سالهایی که هجری و قمری در زمان محمد. اگر محمد میگفت 50 سال است، به او دیگه 50 سال چند روز می شده. بنابراین در این وقت شما دیگه در این بحث نمی کنم، همینجا استاد می کنیم. اما اینمی معلومات های خودت، معلومات هاییست که در کلیم دادن از خاطرکی در مکتب، در کالج، در اینا، و ما قبول کردیم چون دین بود. نه شفیار صاحب، ما آمدم ما... کتاب غیر اسلامی را خوندیم. ما غیر اسلامی کتاب را خوندیم. برای شما و خداوند بسپارم زود فکرم. تشکر. یکان وقت که معلومات ها این چیز نباشه مشکل است که بحث کنیم. در امریکا میگن که you have to be in the same page، یعنی یک کتاب خوندی خودت در صفحه 100 هستیم و در صفحه 800. ما خودت که بحث میکنیم این رقم بحث نمیتونیم، چرا ما تا صفحه 1000 هستیم خودت در صفحه 100. از امی خاطر میگن you have to be in the same page، یعنی پیش برو تا صفحه 1000. روی خط سین دوست عزیزم. سلام دوست عزیزم، بفرماین. من خیلیم شما را از دست دادم. بله سلام، شما اینترنت تان خوب نیست یا کنکشن تلفن تان؟ روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم آقای شفیعیار. سلام به شما دوست عزیزم. بسید شهرمند جان جور، بحث امروز سر همی دین و مذهب است دیگه.
همی هرچی که خودت میخوای اونمونه بحث امروز میگیریم. خود سرش شروع کن و من که باقیش میگم آقای شفیع یار. با شما را به خدا میسپارم. دفعه دیگه باید بفهمین که آمدین سر چی گپ میزنین. من چی رو شروع کنم؟ خودت زنگ زدی؟ سلام علیکم آقای شفیع یار. سلام دوست گرامی، خوب هستین؟ خوب هستین جان، دانجار صحت دان خوب است. باز بخونم. سوال کنین آقای شفیع یار، در خدمتتان هستم. ما سوال کنم شما در خدمت ما هستین؟ بله ها، دیگه مانده نشدین زیاد مردم از شما سوال کنن. تو دیگه سوال که از ما جواب داده میریم برید. لالا کجا هستی؟ ما در سر کو. برو خدا حافظت، نموجه هوای تازه نفس بکش. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام و احترامات خدمت شما جناب شفیع یار. سلام به شما دوست گرامی. من حامد مرزایی هستم. فکر کنم چندین سال پیش با شما هم کلام شده بودم توسط ذره حامد عطا. در موضوعات اعجاز قرآن میخواستیم با شما بحث کنیم که شما حاضر نشدین که در بحث اشتراک کنیم. خب به هر حال پیشتر هم یک قرآن کریم هم به کلیگ انسان ها نشان دادیم که حدیث که خوانده بودیم بخی صفحه شاریده بود. ولی یک نقطه را باید فراموش نکنیم جناب شفیار، که اگر یک کتاب قرار باشه که میلیون بارم بخوانیم از زاویه اشتباه بخوانیم بازم نظری ما تغییر نمیکنه. یک کتاب اگر ما میلیارد بارم بخوانیم بازم چی تغییر نمیکنه. قرار دیگه است که ما بتانیم یک قرآن از زاویه درستش بخوانیم. قرآن قبول کنیم که زاویه شما زاویه درست است. بفرمایید نقطه را که داریم. قرآن یک کمه که چی کنم؟ قرآن یک کتابی است که چندین برداشت داره. یک انسان برداشت خوب میکنه، یک انسان برداشت بد میکنه. اگر ما دوست گرامی، خواهش میکنم آشروی شبان که با گپ هستید وقت نمیمانه. گپ هستید بگو. ما فهمید از این زاویه میخوانیم که زاویه خودت هست. از زاویه خودت با بگو. قرآن از زاویه خودم که بدون شک کلام خداوند است و این چیزهایی که در قرآن است، رمزهایی که در قرآن است، کودهایی که در قرآن است بر ما پروف میکنه که کلام خداوند است. محمد این رو کپی نکرده. و آیاتهایی که در قرآن است، چه آیاتهایی که در طبیعت است و چه آیاتهایی که در قرآن است که با هم یک جای میشه آیات تشکیل میده. اینا مش میکنه با یک دیگر، چون از یک منبع میاد. از تو من بینیم، از خاطر ما باور داریم که کلام خداوند است. و در کل قناعت دادی که کلام خداوند است. این حال برای ما یک دو سه چیز بگو که در زندگی امروز ما بسیار مفید است از قرآن. در زندگی امروز ما بسیار مفید است؟ بله. سوره اجرات آیت 13 در اوج خداوند میگه که ما ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به گروه ها و قبایل های گوناگون تقسیم کردیم. برترین شما نزد خداوند با تقواترینشان. جناب شفیع یار، فعلا من خودم در مانند شما در این کشور امریکا زندگی میکنم. همین آیت قرآن، بشریت تا حال در این آیت قرآن نرسیده. یعنی چندین سال دیگه ما باید پیشرفت کنیم که در این آیت قرآن برسیم. یعنی رسیدین. نه شما رسیدین. ما خود نمیگم، بشریت هم میگم. خب من خود نمیگم. خب خود شما بشریت نیستین. ما شامل بشریت هستم، ولی بشریت گفتم در این آیت نرسیده تا کنون. یعنی خودت قبل پیشرفت هستی که ما هیچ کدام ما نوجه نرستیم؟ نه، ما ایره نمیگم که ما نوجه رستیم. ما جمله شامل بشریت هستم، ولی بشریت هم میگم در این نقطه نرستیم. در این آیت قرآن که میگم سعی کنین شما همین گپ از شما را من میگم شما رسیدین، اما بشریت که ما هستیم نرسیدیم. 1400 سال پیش خواهی هیچ نرسیده بودن ها؟ شما منظور برای درک بکن جناب شفیع یار. ما گفتم که این آیت قرآن، در قرآن بعضی آیات های وجود داره که بشریت از روی فهم تا ولی به اون نقطه نرسیده. به اون نقطه نرسیده. سعی گپتان توجه کنین. شما میگین که بشریت هنوز دیجه نرسیده. نرسیده. رسیدی که میگه که این آیت مردم تا حال دیجه نرسیده. اون آیت عصبه ما بالاست جناب شفیع یار. مثلا بیشتر 14 سال قبل آزادی دینی بود برای همه. قرآن گفته لا اکراه فی الدین،
در دین اجرا و اجباری وجود نداره. این زمان به دین اسلام هیچ وقت اکرا نبود، چی نبوده که خود نفر داوطلبانه مسلمان باشه. امی لا اکراه فی دین اصلا با قرآن محمد هیچ سر نمیخوره، احتمالا از کدام کتاب دیگه، چون در قرآن آیات هست، از عیسویت هست، از موسویت هست، از ابراهیم. چرا سر نمیخوره جناب شفیعیان؟ اگر شما دقت کنیم، یعنی یک پدیده دینی رو بر ما بگن که اجرا نکنیم و ما رو مجازات کنه. مثلا نماز نمی کنی، قرآن مجازات میکنه؟ نخیر. نه کنه سایکو. یا کدام آید؟ شاید دهی خودت نرسیدی. کدام آید؟ برو ببینی که در افغانستان چی گفه؟ اینا را خودت میگی نیخ، اونا از دل خود میکنن. جناب شفیعیان، ما پیرو قرآن هستم، نه پیرو کسایی که چی برداشت کرده. دست زن و مرد دوز را قطع کنیم. مگر این مجازات نیست. آیات غلط برداشت کردیم. با آیات غلط برداشت کردم. خب. ای که ما که مثلا در زبان فارسی میگم دست دوز را دوزی قطع کنیم چی مانا؟ یعنی قطع کنیم اون طرف برتیم یا دست شاید دوزی قطع کنیم که دیگه نتوانم دوزی کنم. همین زبان فارسی که ما برتون بگم. قطع کنیم مانایش ایست که و عملا در جهان اسلام چی بود فقط. مستک شما میمانند اونو تو قطع میکنند. خب این کاری که جهان اسلام قطع کنین، برش نان بتین، برش آب بتین که دیگه دوزی نکنه اما تو جناب شفیعیان، خب این می آیت قرآن کریمه مردم غلط برداشت میکنن. ما این قرآن ما یک متد داریم، ما قرآن با قرآن برداشت میکنیم. درست است، ما نمیخوایم که قرآن با اساس برداشت دیگر که خودت دیگر اساس نمیکنه، به خاطر که خودت یک چیز دیگه گرفتی و ما تغییر ما جناب شف باش همین آیت خلاصه، همین آیت تشریح، همین آیت تشریح کنم، همین آیت تشریح کنم خلاصه بود میرم دو آیت. خب این تشریح نمیمونم ات بکنی به خاطر از اینکه در جهان اسلام 14 سال دست بریدن خودت میگی جناب شفیعیان. این جهان جناب شفیعیان دو جمع دو میشه 4 میلیارد انسان، هم اگر بگه که 5 شوم ما هم 4 رو قبول دارم. چیزی که حقیقت از ما و حقیقت رو قبول دارم. باید بیدیم که جهان اسلام ملاقات چی کردن در مقابل دوزی؟ ما خو از جمله کسایی هستم که در مقابل گروه مجادله دارم فعلا. از جمله هم دو کسانی هستم شاید من رو تکفیر کنم. ولی از یک چا برم ولی در چای دیگه مبارزه داری. نخیر جناب شفیعیان، ما حقیقت بزرگترین چیز هست. حالا ما همین آیت دست بریدن قرآن که در کلمه قطع آمده در اوجه، اولا چند چیز باید من نظر بگیرم. قرآن از خود یک لیتراتور داره، یک ترمینولوژی داره. کلمه یا در قرآن بر اساس قدرت ترمینولوژی نداره. داره. هر کلمه در قرآن بر اساس یک مفهوم خاص استفاده شده. چرا که خداوند میفهمید که اینا قرآن تخریب میکنن در داخل قرآن. مثلا همین کلمه ید. همین کلمه. همین کلمه. نامفهوم است اکثر چیزایش. اینا رو خودت به یک رقم میگیری ما بده این همی که سعی کنم اگر خدا هوشیار می بود و این کلام خدا می بود این همی رو نمی گفت به یک رقمی که خودت می گفتی قطع، یا نه که در جامعه دوزی رو قطع کنید و ما می گفتم دست قطع کردن. این همی خودش یک کمبود کلام خداوند است. ما امی آیت قرآن با آیت دیگر قرآن برداشته. برداشت خدا قرآن با قرآن همین کلمه قطع کردن در یک سوره دیگه آمده، سوره یوسف، در سوره یوسف در داستان. اون مهم نیست. خودت گفتی که کلام خداست. کلام اگر یک خدای باشه که کائنات خلق کرده، در اون تفاوت نمی باشه که خودت الف الف فکر کنی و ما بی. اون نمی باشه. جناب شفیعیان، خب این کتابی هست که انسان ها را تست میکنه. هر انسان بر اساس چی خود مسئول میشه؟ خب اما صبر کن دیگه، دیگه دیگه نره. اگر رفتیم قطع میکنم اتون امو پیشتر که گفتم یک گپ بزنیم که از قرآن که برای ما مفید باشه امو سوره را که گفتی از سر روی حجرات آیت 13 چی هستن؟ یعنی تابال مبشریت در اون نقطه نرسیدیم، یک دیگر قبول کده نمیتونیم. در هر جامعه، در هر جایی که بوری از لحاظ رنگ، چهره، پوست، نژاد فرقیت وجود میاره بین مردم. سوره حجرات آیت 13 بخوان.
اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. ای مردم، ما شما را از یک مرد از... خب خودت دیگه پیش و خاطر نمیرم کی اعوذ بالله بسم الله در برنامه ما جای نداره. اونمو آیته که گفتی اونمو را میخوانیم سرش کار میکنیم، بسیار وقت داری جزای نکن. اصلا هیچی مانا اعوذ بالله من از شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Get to the point. ایده ده ای بازار اعوذ بالله و بسم الله را ما نمیخریم. آقای عیار نازنین سلام، الهی هستم، الهی مسمی از لندن گپ میزنم. خوشحال هستم خانم الهی، بفرمایید. آقای عیار من شما جهان جهان سپاس میکنم که رای درست بر من نشاندن، رای انسانیت، رایی که با حیوانات، با همه انسانایی که در روی زمین زندگی میکنن با خوبی همراهشان رفتار کنم. همه ما انسان هستیم. ایره من شما مختم آقای عیار، ما میشه دمی خرد بزرگ شدیم با نام کفر، کافر است، ایتر است، هوتر است. ما به می رقم بزرگ شده بودیم. مگم شما راه را بر من نشان دادین، راه انسانیت را نشان دادین. من دستایت آنها می بزرگ. من سالهای سال است که یکی از همو طرفداران بسیار 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 زیادتان هستم. اقدر دوستتان دارم، اقدر دوست دارم که من نه تنها گرده ما که قلب و زندگی و جان من را فدای شما می کنم آقای عیار. بیاد اندازه دوستتان دارم. منتظر بودم صدای نازنینتان بشنوم. خداوند را شکر میکنم در زندگی چانس پیدا کردم که در دوره که شما زندگی میکنین مام زندگی میکنم. و انسان است یک روز از بین میره آقای عیار. من میخوام که خوشی های من شما تبریکی بتین و اگر روز که من فوت کردم فاتحه نامه من شما بخوانین، چون من به هیچ کس دیگه آل ایمان ندارم که به شما ایمان دارم آقای عیار. دستایتان را میبوسم، شفای عاجل که تو فامیلتان که دخترای نازنینتان. شکر که ما را رای روشنی یاد دادن آقای عیار، که ما تانستیم از این منجلاب گندگی خود بکشیم، رای درست انتخاب کنیم. من حالا به همه انسان ها احترام دارم، همه را دوست دارم، به حیوانات، به همه. اقدر میخوایم تنها در زندگی که مردم دوست داشته باشم، بر مردم خوبی می برسانم اگه بدیم نمیرسه. و این کلش از خیرات شماست آقای عیار. قربان سرتان شما آقای عیار. خوشحال هستم خواهر گرامی میله جان که خود دیجه رسیدی. ما را کت از دین بخی در یک منجلاب بدبختی غرق کرده بودن، نفرت، ای کافر، ای شیعه، ای سنی، از او، ای از او. شما سعی کنید در جهان اسلام کتی هیچ کس ما خوش نیستیم. سنی کتی سنی جمع داره، شیعه کتی شیعه، باز شیعه کتی سنی، سنی کتی شیعه، باز ما کتی اونایی که مسلمان نیست، باز کتی هندو، کتی از او. هیچ انسان نگره ما احترام نمی کنیم. ما خوشحال هستیم. قربانتان. وقت بچه ام یک رفیقی خداوت بر من گفت مادر جان اینا از دین اسماعیلی هستن. گفتم بچه ام بر من دین و مذهب مهم نیست، ای که تو خوشبخت باشی، تو آرام باشی، در زندگیت خوشبخت باشی. بر من دینش که چی هست، چونی من عمق انسان خوب باشه که بتانه برای همه انسان ها کمک کنه. آقایان آقایان من خودم یک طفل مریض دارم. مگم من اولش ما بعد از اینکه طفلک من و چگک موال کلان شده، ما و ام انسان های روی زمین تنها خوشبختی میخواییم. میخواییم ام در آرامش زندگی کنن، به خوبی زندگی کنن، چون ما سختی های زندگی رو دیدیم. نمیخواییم دیگه در این دین که زیادتر ما غرق شو، راه خراب زیادتر انتخاب کنم آقای یار. شکر خواهر ازدیم، خدا قربانتان شم. آقای آجل برای به چگکتان خوشبختی زندگی باید تانا میبوسم آقای یار. میفهم که نفر بسیار منتظر از وقت تانا زیاد نمیگیرم. قربان سرتان آقای یار، دردتان در جان ما بلایی. خدا نکنه، خدا نکنه، خدا حافظ شما. ما برای اینی مبارزه میکنیم که انسان ها به خوشبختی خود فکر کنن، به خوشبختی دیگران فکر کنن، به خوشبختی تمام مخلوقات و شمول حیوانات فکر کنن. ما برای نیم مبارزه میکنیم. روی خط هستین دوست عزیزم. درود عرض ادب یار بزرگ، خدا کنه خوب باشین. سلام به شما، خوب هستم، خداوند شما را خوش داشته باشه. بفرمایید. صدایتان بسیار پخشه. حال صحیح شد؟ صحیح شد، بله. بسیار زیاد خوشحال هستم از اینکه یک بار دیگه لایف هستم همراه شما و صدای تنو میشنوام و خوب و خوش و خرم میبینم تنو در پشت
همیشه باشینم اینجا آقای عیار. تشکر. شما خودتان نمیفهمین که چقدر یک قوت قلب هستین برای ما. تشکر. من خیلی انرژی میگیرم از دیدن شما. بسیار دلم تو شاد میشه، قوی میباشم. شما رو که میبینم، از سون است که میبینم که یک کمک ناخوش میباشین، وضعتان خوب نمیباشه، مورالم بخی ضعیف میباشه، شو باشینم اینجا. برای اتحاد قوم که شده بیاین لایف، خیر است، یوتیوبران بیاین، خوش میسازین ما را. بسیار زیاد تشکر. تا هر وقت که نفس باقی باشه و شیما در جان، من در خدمت شما میباشم. من همیشه همی یک آرزو دارم که همیشه شما باشین، جور و صحت باشین. تشکر. دیگه وقتتان رو نمیگیرم، دستکایتان رو میبوسم. بسیار زیاد دوستتان دارم، بسیار زیاد. من امروز روز هر چیزی که هستم، در هر جایی که هستم، از خیرات سر شما هسته. خود شناخته من از روزی که شما رو شناختم، من خودم فهمیدم که چی هستم، کی هستم، چی میخوایم باشم. اینمی آرزوی ما در زندگی است که هموطنای عزیزم در اینمی جا برسن، که که خدا بشناسن. وقتی که خود شناختن، خدا را میشناسن، خوشبختی را میفهمن، روز خوب را میفهمن و یاد میگیرن که چطور تنها خوشی و خوبی را تنها به خود نخواهن، بلکه برای دیگرایی که در کنارشان زندگی میکنن یک الگوی خوب و یک دست کمک باشن. بسیار تشکر. ولی معلمی بودین که چوب در دستتان نبوده که ما را لط کنین و بسیار مهربانی فهماندین. تشکر از اما قدر حوصله که دارین. تشکر. یک جوان یگان دخته به هیچ چست مرا درد میگیره، یکی که بالا میایه او بخی دیگه چیز میگه، شما دیگه چیز میگم. خدایا چقدر حوصله دادی برای زینا. بدون شک از دست ما اینه می گرده شما خراب شد. دست های ما اولین آدمی بودم که گرده خدا برای شما آفر کردم. تشکر. بسیار تشکر. دوست دارم می بسم. عرض ادب. سلام به این فامیله. درود و مه خدمت شما استاد عیار گرانقدر. امیدوارم که خوب و خوش باشین و در کنار فامیل و دوستان همیشه سرحال زندگی کنیم. عیار گرانقدر، ببینین امروز من در لایف شما بودم، آقای آمد بالا که شما رو انداختین پایین که بسم الله الرحمن الرحیم، یا 3 کیلومتر بود و همیت از غرق گلوخ هم صحبت میکرد که میگفتین که این حتما عربزادیه. متاسفانه هموطنان ما هستن که فکر میکنن اینا عرب زاده هم، باید کلمات عربی به همو طبق که عرب ها استفاده میکنن و بیان میکنن ما بیاییم و همور بیان کنیم. اما استدلالی که ایشان میاورد، میگفت دست قطع کردن، یک استدلال خیلی جالبه بود برای من امروز. من اولین بار، من سالهای هست که خود دوستان بالاخره گوشه کنار نقد دین میکنیم، از شما دوستان آموختیم و دوستان دیگری بود که ما آموختیم و نقد دین میکنیم، امروز میآیند و همچین استدلال های بی عقلانه میکنن. مگر اینا در اینا که اگر خواسته باشن استدلال خورد ثابت کنن، یعنی اینا سنت پیامبره، اینا روی حرف پیامبر اینا واقعا حرف میزنن، چون سنت پیامبر در احادیث اینا هسته. مگر علی به خاطر یک تخم مرغ نفر دست قطع نکرد؟ مگر حضرت محمد از اینا همی کار نکرد؟ مگر امروز سنت پیامبر در کشور ما جاری نیست؟ مگر در کشورهای اسلامی سنت پیامبر حکم دزدی دست قطع کردن نیست؟ عزیزان اینا از چی میان دفاع میکنن؟ دیروز در لایف بودم، ببینن عیار گرانقدر، دیروز در لایف بودم، اینا میان خداوند جبار یا الله جبار میگن جبران کننده. ببینین استدلال به کجا رسیده که میآیند میخوان فقط مالکشی کنن. استاد گرامی، کلمات رو میخوان تغییر بدن. بله، اینا فقط با کلمات میخوان بازی کنن، فکر میکنن که مترادف او کلمه رو پیدا کردن معنای همور میده. نه عزیزم، جبار با جبران کننده زمین تا آسمان فرق میکنه.
تا به کی ما به کجا روانیم؟ میای جوان رشید هموطن کور میبینم، میای کامران باز میکنه میبینم، واقعا این جست که قلب من که کمی از او شاید بزرگتر باشه میسوزه، آتیش میگیره که جوان هموطنم میای از دین دفاع میکنه که اجداد یا به تجاوز به اجداد کردن، تجاوز به وطن کردن. آیا مسلمان امروز آزادانه مسلمان شد که میگه لا اکراه فی دین؟ اصلا معنای لا اکراه فی دین همینه؟ کدوم مسلمان واقعا آزادانه مسلمان شد و خواند مسلمان شد؟ امروز که میبینیم هموطنان ما قرآن به قول شما میخوانن و از دین بیرون میشن، برعکس لا اکراه فی دین بیرون میشن. چرا؟ ما در لایفای خوب استاد گرانقدر همیشه صدای ما همیه میگیم هموطن خواهش میکنم از تو قرآن به زبانی که میفهمی بخوان. بعد خودتو متوجه میشی که در قرآن تو، در احادیث تو چی هست، چی نوشته. او حرفی که ملا میره بالا منبر میگه، گل و بلبل برای تو توضیح میده، او نیست. هموطن بخوان بفهمی چی میگه. دوست گرامی، معلوم میشه که شما از خود لایف دارین، برنامه تیک تاک. بله، من کوروش آزاداندیشه. آقای کوروش گرامی، بسیار خوشحال هستم که شما یک آدم با قدر معلومات و من لطف میکنین پای برنامه ما میشینین و گوش میدین. ما بسیار آقای کوروش سپاس میکنم. اما همونطور که شما تشریح کردین، اینا کلمات نومانا یا با کلمات معانی نو میتن تا امو جفندیات که اینا دارن او یک مانا پیدا کنه. حالا امروز شما سعی کنین در قرآن به صراحت گفته شده که دست زن و مرد دست قطع کنین و در 1400 سال اینا میکار کردن، گویا هیچ کدام از ما مانای کلمه را نمیفهمیدن. تازه این جوانا مانا را یافتن که یک قطع نبوده، 2 میلیون نفر دستایش قطع کردیم ناقی. اما چیز و میگفت که خدای ما کتاب شد و رسد. خب گفتم مال سیکو، همین کتاب شما اگر اینقدر مانای قوی داره، خب اینه بین ما و تو هم یاله دو رقم فکر میکنیم، میلیون ها رقم مسلمان میلیون ها رقم فکر میکنن، اما اینا فکر میکنن که نه، کتاب بسیار کتاب با معنای واحد و قوی است. تشکر میکنم جناب کوروش گرامی. تشکر باز شما میکنم عیار گرانقدر. اگر من پایین لایف شما میشینم، افتخاره برای من که من اگر یک کلمه هم امروز از شما بیاموزم، یک کلمه ما اگر روزی یک کلمه از بزرگان از عزیزان خود بیاموزیم، افتخاره برای من آزاد اندیش وقتی اسم خود میگذارم، واقعا افتخاره و افتخاره که شما رو داریم و امروز من خود شما هم کلام شدم. استاد گرانقدر امیدوارم که همیشه شادکام باشین. تشکر که من مایک دادن بالا آوردن، خود شما عزیزان هم کلام شدم و عزیزانی که پایین لایف. تشکر از همگی شما عزیزان، ممنون. تشکر از شما. تشکر. یک تلفن دیگه میگیرم باز از پیشتان میرم که دیگه برنامه دارم. روی خط هستین دوست گرامی؟ بله. خب شما را نتانستم بگیرم، یکی دیگر را میگیرم. روی خط هستین دوست عزیزم؟ درود استاد محترم، شفیعیار خوب هستین؟ سلام، شکر، بفرمایین. تشکر بسیار، سلام ها، زنده باشین. دیگه که هستین شما را از دست دادم، ببخشید. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم آقای شفیع عرار و برتان سلام تقدیم میکنم. خدا کنه که همتو
دیگه ما برایتون میبینیم خدا کنه اما تو با ما فسر بلند باشین ما ایچی گفتنی ندار ما که همین چیزی که شما گفتنی شما خدا کنه که به این مردم واقع بانه که این مردم باید بشنوا اما که ما گفتنی ندار ما که و شما چیزی گفتین آقای ایاز صاحب اینا مردم ها گفت که نه کار اشتباه است بله کار اشتباه نیست در حقیقت شما احمد در مجازی شما گفتین بله بسیار خوش شدم دوست گرامی تشکر شما را به خدا سلام از شما را که بعد میبینم واقعا زنده باشین خدا کنه شما 100 سال 150 سال عمر باشه من بقیه شما چی دارم من و شما گب عقد کردید شما کدام سودم از این مردم نداشتین کدام پول شما دست نداشتین فقط عقد به شما گفتیم باشه شما را به خدا میسپارم سلام دوست گرامی وقت ما به پایان رسیده دیگه ما از پیش شما رخصت میشم با اظهار امتنان سپاس از اینکه شما همین مدت در پای برنامه ما میشینید خداحافظ.